فرمولی سیب، جناب پیکار سیب، جناب لرزاد سیب، تاریکیست من نمیبینم بانو آبده لرزاد، دکتر سیب میو جان آریان، سینماگر معروف وطن ما حکیم جان، خالده جان، ویس جان سرور، اشرف جان هیمونی و فریدون جان و در مجموع کل دوستای اینجا تشریف دارن و مزید جان سرور افتخار تئاتر افغانستان قربان قدم هایشان که تشریف آوردن. از آلمان هم مهمان بسیار نازنین داریم و اید جان سرور. خلاصه من تاریکیست نمیبینم هر دوسته که اگر افغانستان بله نمانده افغانستان حادثه حادثه خوش آمدن و الیار جان سایل عزیز باجه نازنینم بهشتی سایل بسیار بوتن. برحال همه گی دوستا دور هم جمع شدن تا به چهارمین سال آغاز نشرات تلویزیون جهانی امید 24 سلام بگوین و استقبال کنن و ما امیدوارستم که شب خوبی داشته باشیم. اما در آغاز ما میخواییم که از مؤسس و بسیار همون رئیس خود ما امید جان خواهش کنم که یکی دو دقیقه خدمت شما صحبت کنن، بعد از این دوستا هم صحبت کنن. امید جان سلام. I would like to welcome everyone here to our third anniversary and the start of our fourth year. First off, I want to thank everyone here that came today. Thank you to our viewers who are watching, who have continuously supported us. 3 years ago in late 2016, my father asked me if it was possible for us to start a television station. Me being a fresh university graduate from Ryerson University, being a finance major with absolutely zero television broadcasting industry experience, I was a little hesitant. But my father, he has years of experience in radio, journalism, television, and because of that, I said, let's go all in. Through countless trials and error, there's been a lot of errors. through months, years, here we are today, and I think we are doing pretty well. Don't you guys think so? I have to say that none of this would have been possible without all of our sponsors, our advertisers, our program hosts, and the people who support us through donations. There are far too many people to name, but please know that we know each and every one of you. And we are internally grateful, and we want to thank you deeply. Looking towards the future, we are looking to add more programs, add more venues where people can watch our television station, and host more events for the community. Thank you very much. خب دوستان گرامی، در این بخش ما در قدم ها سپاسگزاری میکنم از اسپانسرهای برنامه امشب. فین جان از سوپر سوپرمارکت و سلیم کاروان فرم که واقعا محبت کردن، همیشه با ما بودن، و کلچه فروشی و کیک فروشی ایام. ممنون یک و یک شما. ما در این بخش بیندای گرامی دوستانو که از همکاران گرامی ما، کسانی که در تلویزیون واقعا شب رو زحمت میکشن، دعوت کنن صحبت کنن، ولی ما دوست دارم که صحبتاشون متفاوت باشه. متفاوت به این معنی که معمولا ما عادت داریم که تعریف کنیم، تمجید کنیم و بگیم کار بسیار نیک انجام شده، کار بسیار خوب انجام شده، ولی ما دوست داریم که کمی ها و کاستی ها را دوستا برجسته بسازن تا ما بتانیم در سال چهارم نشراتی خود از این کمی ها و کاستی ها بکاهیم و بیشتر جلب توجه شما سروران گرامی کنیم. در قدم اول ما تقاضا میکنم از محترم کیهان احدی، جنرال کنسول دولت اسلامی افغانستان در تورنتو، که تشریف بیارن و یک چند لحظه در رابطه با نشرات و مسئولیت های نشرات، کارهایی که ما باید انجام بدیم و کارهایی که شاید ما انجام ندادیم، اینا میتونن صحبت کنن. به افتخار جناب محترم آقای احدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت تمام حاضرین مجلس، خدمت خالد جان عزیز و تمام دوستان و همکارانشان که در تلویزیون امید 24 در این مدت 3 سال همراهشان همکاری کرده و زحماتشان که امروز نتیجه شما و شما میبینیم. تلویزیون امید 24 در بین رسانه های داخلی و خارجی افغانستان جایگاه خود پیدا کرده
و این جایگاه که بینندگان و شنوندگان خود در داخل و خارج افغانستان داره بدون زحمات و پشتکار تمام همکارایشان میسر نمیشد. البته امروز که ما در آغاز چهارمین سال نشراتی رسانه‌ای تلویزیون امید 24 قرار داریم، ایره هم میفهمیم که در حقیقت 3 سال زحمت، 3 سال پشتکار، 3 سال اطلاع رسانی را بر جامعه و بر مردم نشان میده و تمام زحماتشان قابل قدر است. البته هر تلویزیون و هر رسانه‌ای را که بینندگان خود داره، موافقین خودم داره، مخالفین خودم داره که او را میمانیم بر بینندگان عزیز که خودشان فیصله خود کنند که چقدر موفق بوده. اما از نظر ما در بین جامعه تورنتو، در بین جامعه افغانی ما، در شمال قاره امریکا یکی از تلویزیون‌های موفق و یکی از تلویزیون‌های پربیننده بوده که موفقیت برای خودشان، برای همکارایشان، برای همه تبریک میگیم. سلامت. خب بنده گرامی، از آغاز تلویزیون تا فعلا دوستانی که با ما یک جا بودن ممنونشان. تلویزیون بدون حمایت مالی هموطنان گرامی ما امکان نداشت که به نشرات خود ادامه بده، مخصوصاً اعضای تلویزیون. و ما از دوستان میخواییم که به افتخار اولین عضو تلویزیون که تا حال یک پیمنت خود مس نکردن کف بزنن. اشرف جان ایمانی، و فریدون جان همیش با ما یک جا بودن. ما از آقای محمود بای فرمولی که برنامه نوبهار را پیش میبرن تقاضا میکنم تشریف بیارن و دوست دارم که در رابطه با برنامه نوبهار اصلا صحبت نکنن. صحبتشان همی باشه که 3 سال را که ما پیمودیم چگونه پیمودیم و اگر نواقصی که در کار بوده اونا را برجسته بسازن تا ما این نواقص را در بینده از بین بریم. جناب فرمولی سیب، ممنون شما سه نام خدا. اولتر عرض سلام دارم حضور بیننده های امید 24 که ما را در آستانه چهارمین سال نشراتی خود، رسانه‌ای خود و رسالت تاریخی خود و رسالت جامعی خود ما را تماشاگر هستن و به مجربتون به جمعی که ما را در سر تا سر جهان می‌بینن که امشب ما جمعی از بانوان بسیار عزیز، گرامی، هنرورز، هنرمند، فعال فرهنگی و جمعی از عزیزان که آقای خالد نام بردن با خود داریم که با همین امکانات بسیار محدودی که امید 24 داره تانسته که یک نمایندگی کرده بتانه از جمع هنرمند، از جمع فرهنگی، از جمع دستندرکاران فیلم و خاصتاً که احترام زیاد به آقای احدی که جنرال کنسول ما، تنها جنرال کنسول سیاسی نیست، شب یک جای، روز دیگه جای، امروز اینجا، واقعا تبلور یک حکومت، یک دولتی هست که ما اظهار سپاس میکنیم از آقای احدی و حضور وزیده جان سرور گرامی باد، خانم هنگامه عزیز گرامی باد، از همه خانم هایی که عابد جان لالزاد و همگی عزیزان گفتن راجع به نوبهار من هیچ گپی ندارم. در مجموع ما به قدر بیننده خود، شما میدونید بیننده ها در هوا و فضای سیاسی افغانستان به تیف ها و کتگوری ها و ذوق ها و علایق مختلف تقسیم شده. در این حالت بسیار سر پل سرات را رفتن است. هر گپی که شما میزنین بسیار کم تعریف بی‌طرفی از دید بیننده هایی که پیش از پیش در جهت‌های مختلف، در جهت‌های فکری و فرهنگی و سیاسی تقسیم شدن، ما شکایت‌هایی را هم میشنویم، ما تهمت‌هایی که به گرایشات فکری هر رسانه در این شهر و هر رسانه در افغانستان به اصطلاح انگشت انتقاد و اتهام روا داشته شده
ما هم از اون مبرا نیستیم. ما وقت پای تحلیل سیاسی افغانستان میشینیم، به یقین داشته باشین که اینجا گروه های هستن که در جهت های فکری، فرهنگی، حزبی، سیاسی، قومی پیش از پیش تنظیم هستن و اونا فقط اول یک مدار سرخ دارن که سر گفته های هر یک از رسانه داران باید بسیار با دقت، نه به خاطر علاقمندی، بعضن به خاطر نقد انتقاد ببینن. ما از این مبرا نیستیم. هم امید 24 در مجموع، ولی یک خوبی داره، ما از خط فکری آقای نصیر خالد قطعا پیروی نمی کنیم. هر رسانه از خود استقلال فکری خود را داره، اما طور که در پیشانی رسانه ها نوشته است که هر کس مسئولیت گفتار خود را داره و برنامه ما که سیاسی هست تمام مسئولیت گفتار خود را دارم، بدون از یک استشاری اشارتن دلالتن چیزی در مسائل از طرف آقای خالد به ما دکته شده باشه و ما در حد نیستم که دکته کسی را در این حالت قبول کنم، در حالتی که استقلال فکری خود را دارم. اما تو هر رسانه ما چالش هایی داریم، ما کمبود هایی داریم، ولی فکر بکنین ما طلوع نیستیم، ما آریانا نیستیم، ما چینل یک نیستیم، ما پرسونل نداریم. ما توقع بیننده ها در حد میاری آریانا و طلوع نباشه، در حد میاری که اینمی استودیو را که شما میبینین به اصطلاح یک زیرخانه، یک منزل شخصی هست. ما از اینجا تانستیم که بتانیم به جهان نه همسری کرده، میتانیم از نگاه دیکور دیزاین. دوستان توقع بسیار زیاد داشتن، عزیزان بودن که وعده های بسیار دادن، ولی عملی کردن، ما میتونیم از خانه بسیار فرمایش بدیم، بسیار انتقاد بکنیم، ولی مرد عمل در صحنه عمل و در اجتماع قدم بگذاره، موانع رو احساس بکنه، بعد از او انتقاد بکنه. اما در خانه شیشتن این هنر نیست که انتقاد به شکل التیماتوم و به شکل گلوله های بسیار سربی به طرف حواله شود، که چون کسی که در خانه هست به اصطلاح عقل چل وزیر داشته باشه. ما مشکلات خود را داریم، هم در بخش های فرهنگی ما کمبود داریم، ما کمبود یک بانو یک خانم در برنامه داریم، یه همواره مطرح بوده، اما همیشه اعلان کردیم هر بانو هر خانمی که بتانه از عهدش برایه. ما نمیتونیم کسایی که در حد معیاری رسانه‌ای نباشن او را در پشت برنامه قرار بدیم و او نتانه که به اصطلاح برنامه گردان یا برنامه ساز خوب باشه. اما به تمام بانوانی که از این عهده بدون در نظر داشت لسان، مذهب، جنس، هیچ چیز حاضر باشن در برنامه ها همکاری بکنن و کمک های مادی بیس تمام اساسات برنامه هسته. وقتی رنجش داشته باشیم، کاهشی داشته باشیم، چالشی در موارد اقتصادی داشته باشیم، به یقین نقطه های به اصطلاح انتقاد بسیار زیاد می باشه. برنامه رنگ نداره، برنامه از نگاه فنی و مسلکی نیسته، برنامه محتوایش اسناد ارائه نمیشه، این کلش به یک شبکه باید عیار شود که چندین نفر در پشت صحنه باشه. تا اون روز و روزگار شما کمک های مادی و معنوی شماست که برنامه را تلویزیون برومند میسازه. ما از فاصله های یک ساعت، یک و نیم ساعت سفر میکنیم، هر برنامه سازی امینجه میاین و برنامه تقدیم میکنن بدون چشم داشت، بدون هیچ نوع مزد، بدون هیچ نوع، فقط پاداش معنوی شماست که ما را قوت قلب ما میباشه. ما به خود اجازه نمیتم، هر انتقادی هست، هر پیشنهادی هست، لطفاً به کرات گفتیم در برنامه ها که بیاین همکار شوین صادقانه، خاصتاً بانوان عزیز ما. ما از این درک بسیار رنج میبریم، بسیار، یعنی مرد سالاری و رسانه‌ای مردانه در اصطلاح آل جریان داره. فقط و فقط چشم امید ما به طرف بانوان است که میتونه همکار باشن، ممد باشن و یک پایه بسیار مهم برنامه باشن. سال 4 و خصوصا سالگرد آقای خالد مبارک باشه که به اصطلاح شست نیست، شکست نیست، شکست به مفهوم خدای ناخواسته، شکست روحی نیست، شکست معنوی نیست، یک شکست حالت است که انسان به تکامل میبره،
انسان را متکامل می سازد. این شکست او شکست است که انسان به خود نیا و خود نگر می شه و ایمار مجدد می کنه. شما می بینید در اینجا وقتی از یک سن سال وقتی که به سن سال دیگه به یک مرحله گذار می کنین، می گن یک تعادل هورمون ها که به هم می خوره، بسا خاصیت ها تغییر می کنه. این شکست و این شست مفهوم فصل جدید، تغییر جدید و کامل شدن جدید است. بر شما و بر همه حضور کسایی که ششتن برنامه خوب و سال نیکو و آینده درخشان آرزومند هستم. با احترام. خب دوستای گرامی، ما میخواستیم که اصلا در یک رابطه خاص صحبت نکنیم، ولی جناب فرمولی صاحب یاد کردن. بله، ما هم با آغاز چهارمین سال نشرات خود پا به سن 60 گذاشتیم که مبارک خودم باد. تقسیم میکنیم. عمر دراز و طولانی برات. خب دی بخش تقسیم میکنیم صحبت ها را از بانوی بسیار گرانهجر، افتخار هنر افغانستان، افتخار تئاتر افغانستان، بانو مسجد جان سرور تقاضا میکنیم که حداقل یک تبریکی برای تلویزیون ما لطف کنن. بسیار مزده جان سرور، قربانت نسی جان عزیزم، تلویزیون امید 24 ساعته که یک تلویزیون موفق و شنونده های بسیار زیاد داره. خودم مشنوم، بعضی وقتا ساعتم خوب باشه، بسیار استفاده خوب میتونم از حرفای مقبولت کنم و تبریک میگم که امید را که من خوردک دیده بدم. آل نام خدا سپورتگر پدر خدا، ما بسیار رفت به افتخار شکف بزنیم با افتخار امید جان. دیگه زندگی خوش و حرام برات میخوایم و سلام خدا خدمت تمام هموطنهای عزیزم در هر گوشه و کنار جهان که هستن، برسه درودها و محبتهای خدا نثارشان میکنم. الهی که دعا میکنم که از نارومی ها خداوند سرشان رحم کنه، آرام شویم تا همه دست به هم بتیم، یک جای باشیم، با محبت باشیم، اتحاد داشته باشیم و خوش باشیم. فرمانتان مزده. و آرامی خوب برای افغانستان، برای مردم نازنین. و تشکر از فخریت جان، از خانم نازنینت، از خودت که نانای مزدار تهیه کردین و هنرمندایی که اینجا هستن، نور چشم مطمئن کنید. جهان سپاس از افتخار تئاتر کشور ما مزده جان سرور. و چری مزده جان وقتی که شما دیدین، حتما دوستایی که همسن سال با ما هستن یا از ما بالاتر هستن، یک مرتبه صدا کردن که اون آمد. کی آمد؟ خوشو خاله زینت. به افتخار مزده جان سرور باز می بسریم که کردیم. البته ما در این بخش می خواهیم کوتاه کوتاه از کل دوستان بشنویم، کوتاه کوتاه از جناب پیکار صاحب تشریف دارن، ولی جناب پیکار صاحب میخواییم در آخر صحبت کنن، برای از اینکه پیکار صاحب همیش نتیجه گیری بسیار خوبی میکنن، نواخص و خوبی ها و هر مجلس برجسته میستادن. ولی در این بخش دوست داریم که از جناب دکتر صاحب لرزاد هم یک کتاب بشنیم که اونا هم صحبت داشته باشن. خب دوستا با عرض سلام،
از این که در آستانه چهارمین سال نشرات تلویزیون امید قرار داریم و این همزمان با سال روز یا شصتمین سال روز تولد مسئول تلویزیون و گرداننده موفق تلویزیون نصیر جان خالد است. این هر دو موقع ما برشان تبریک عرض میکنیم. خدمتتان عرض کنیم که همین کار رسانه‌ای شاید برای اکثر مردم کار بسیار آسان معلوم شد. از اینکه خودم در رسانه هستم، یک رادیوگاه هم دارم، اگر چهار کلان شده نو چینل داره، چندین ساعت وقت میگیره که ما برنامه خود را تهیه کنیم. و از نصیر جانم چندین بار شنیدیم که میگه ما تا ساعت سه شب، ساعت چهار شب، ششتم برنامه روز فردای خود برای تلویزیون آماده میسازم، که یعنی کار ساده نیست و با یعنی مرزه که با ستایش. خوب از نصیر جان خو وقتی که رادیو داشتم ما در کانادا نبودیم، وقتا یکان مردم شکایت میکردن که باز مطالب جنجالی نشر میکنه، ولی در نشرات تلویزیونش که الان ما میبینیم خیلی مطالب یعنی کمتر یعنی جنجالی است، موضوعات جالب و قابل پذیرش همگان است نشر میشه، جالب هستن، جای پای خود در بین تلویزیون های افغانی پیدا کرده، جایگاه خود پیدا کرده که برشان بازم تبریک میگیم. خب از اینکه غافلگیر شدیم، ما میالم آمادگی داشتیم که عبده جان که جای میرفتیم گفتیم ما شاید برای شوی جمعه برای چاشت خود گفتیم بره در سوران که تلفنشان آمد که اتمانی جبین ما خود یک سالگی تلویزیون یک دوبیتی یا یک شعر داشتیم و را متاسفانه نتانستیم برای مزیده جان سرور در 65 سالگیش یک شیر گفته بودیم و را موارده نتانستیم. خب برای اردوشان خوشی و موفقیت بیشتر آرزو میکنم. تشکر. تشکر میکنم از جناب لالزاد صاحب، ممنون شما. فقط خدمت شما لالزاد صاحب و دوستای گرامی برز میرسونم که اگر جنجالی هم نباشی با مارکت نداری، با جنجالی باشیم که جلب توجه دوستاره کنیم. چیزی باست که از دنیای هنر کشور خود، از افتخار موسیقی وطن ما، از آوازخانی که واقعا محبوب قلوب همگان است، با نظارت تقاضا کنیم که یکی دو دقیقه صحبت کنم. به افتخار زهره جان که ما زهره میگیم ولی شما بینده گرامی هنگام جان میگین. مهربانی نصیر جان. اول سلام خدمت خودت. سلامت. سلام خود خدمت تمام هموطنان نازنین خود تقدیم میکنم و سلام جداگانه خود خدمت حضار محترم محفل تقدیم میکنم. تلویزیون 24 ساعته امید از صمیم قلب تبریک میگم. 4 سالگیشه البته. سلامت. دیگه موفقیت های هرچی بیشتر در این راستا برتان آرزو میکنم. گرچه بیشتر گفتی که تعریف نکنین، ولی بازم کار تلویزیون گرداننده کار تلویزیون کار ساده و آسانی نیست، ولی واقعا کارهایتان قابل ستایش است. یک حوصله مندی خاص کار داره امید جان عزیز که با این نام خدا بچه جوان همکاری میکنه، در این کار همراه خودت همکاری میکنه و فخریه جان عزیز که همراهتان فکر کنم پرودوسر از دهی برنامه، وظیفش بسیار مهمتر است، وظیفش مهمتر است، توضیح میتونم مال باشم. موفقیت بیشتر برای همه شما آرزو میکنم. زنده باشین زهره جان. قربانتان. تشکر. قربان شما. به افتخار خانم خانمانگامه یاد کردن از امید جان، از نوی جان، که نوی جان هیچ وقت ما یاد نمیکنیم، برای از این کمتر کار میکنه ولی کارهای بسیار اساس میکنه. ولی فقط بیندگرامی میخوایم در رابطه با خانم یاد کنم که وظیفه خانم از تمام همکارای ما کرده و از خودم کرده بسیار ثقیل تر است. ثقیلش به ایست که وقت برنامه ساعت 5 عصر شروع میشه تا ساعت 1:30 تا 2 دوام میکنه، اینا مجبور هستند که برنامه را از 5 تا 1 شب ببینن. اگر نواقص در کار تلویزیون می باشه، اینا باز برای ما میگن که اینجا مشکل است، عاجل باید تغییر بدین. وقتی از دنیای هنر صحبت کردیم، چیزی باز که هم ردیف هنر
از یک هنرمند دیگی نازنین ما هم دعوت کنیم که چند لحظه با ما اینجا بین صحبت داشته باشن. از سینماگر بسیار جوان و خوب و فعال که در مدت کم توانستن که کارهای بسیار جاودانی از خود به یادگار بگذارن، حکیم جان فضل. و در اواخر حکیم جان فضل فیلم ساختن که خودشان با شما بگن. بارز سلام و ادب خدمت تمام دوستان و عزیزانی که امیل از امارو میبینن و عزیزان مهمونان گرامی که در ضیافت بسیار خوبه که امشب از طرف تلویزیون امید 24 و خاله جان خانوادشان ترتیب کرده بودن تقدیم میکنم. واقعا که خود به تایید حرفای دوستا که ساختن یک رسانه، یک وام رسانه تصویری کار آسان نخواد باشه، باید یک پلان ساخته شوه، برش مادیات جمع شوه، برش جای تعیین شوه، برش برنامه سازی شوه، پای فیزیکی و فکری باید آماده شوه که کار آسان است. بنان یک پکیج بسیار کلان است. باور داشتم به دلیزی که خود نصر جان خالد با مفکوری که داره، با شوقی که بر میدیا و رسانه دارن، یک برنامه سازی بسیار خوب کردن، ولی بر انتخابشان که پسر نازنینشان که امید جان بوده و نبی جان و خواهر نازنینیم که خواستن این پروژه را سپورت بکنن و این موفقیت سپورت آنها و سپورت شما عزیزا و دوستا بود که خوشبختانه این رسانه امید بسیار 4 ساله شده و امروز ما این را تجلیل میکنیم با دوستا و عزیزا با شما بینندگان گرامی. بسیار خوشحال هستم، برایشان تبریک میگم، برای خود نصر جان و تمام تیمشان و برای تمام جامعه افغانی که در تورنتو کانادا زندگی میکنه و در تمام جهان برایشان تبریک میگم. آرزو دارم که ای امید 24 تلویزیون امید 24 برنامه های سالها طول بکشه و از این لذت ببریم، استفاده مثبت در ساختار زندگی خود بکنیم. تشکر از لطف کردن. فیلم نساختیم، 3-4 دونه فیلم ساختیم تصادم، ولی آخریش که نامش جالب است. بله، فیلم به نام قصاب بود که نوشته بودم، افغانستان رفتیم، تصادف فیلم ساختیم در کوها و درهای افغانستان که و هم درد می جامعه ایم است و فیلم است که وابسته به مهاجرت هاست و با شمول خودم تمام ما شما مهاجرت کردیم، فرار کردیم از وطن، به راههای غیر قانونی آمدیم، چه از راه ایران، ترکیه و از راهی که بوده، کار آسان نبوده. خواستم یک درد را، یک تصویر را، یک داستان بسیار دردآور تصویر به تصویر بکشانم که اتفاقا فیلم خوب آمد و در فستیوال کم برنده هم شد و هنگامه جان لطف کردن، هنرمند بسیار نازنینی و تمام دوستا اشتراک کرده بودن در فستیوال. بعد فیلم در فرانکفورت نمایش خورد، در لندن نمایش خورد، در تورنتو نمایش خورد، در افغانستان نمایش خورد و آرزو دارم که در چند جای دیگه هم ببرم که اقلا این درد مشترکاً با هم ببینیم که واقعا کار آسان است برآمدن از وطن، فرار کردن از وطن، بس قربانی سر و زندگی برای بسیاری عزیزان ما تمام شده. جهان سپاس شما، قربان شما، موفق و کامیاب باشید. همچنین تشکر جهان سپاس. افتخار جان. تشکر میکنم از فضل عزیز. وقتی به تورنتو آمدیم دوست بسیار نازنینم با ما آشنا شد و تا امروز با ما یک جاست و امیدوارستم سالهای سال با هم یک جا باشیم و زیاد مرا کمک کرده هم که از اونم میخواییم چند لحظه صحبت کنن. دکتر صبح میا آریان، دوستای عزیز، بنابرای خود من هم تبریک میگم سالگرد 4 سالگرد امید 24 و سالگرد خودتانه. تایی 30 سالی که در تورنتو بودیم، از فعالیت های شما چی از تلویزیون بوده، چی از رادیو بوده، اولا تا امروز مستفید شدیم، واقعا جای افتخار است. تا جایی که تانستیم همکاری کردیم، اما بیشتر باید همکاری میکردیم در این قسمت، اما در هر صورت همیشه با ما بودین، همیشه از ما قدردانی کردین و منتها حال و نوبت ماست که شما قدردانی کنیم، زیادتر هم با شما همکاری کنیم و به این وسیله بتانیم که اگر بتانیم به هموطنان خود که در تورنتو هستن با اونا هم صدای خود برسانیم، با اونا همکاری کنیم. یک جان سرکار قربان.
مردم است و دوست فامیلی است، دوست خانواده است. بچه خواندی مادرم است. ما برش هم سالگری شده بتیک میگم و هم 4 سال شدن تلویزیون امید 24. ما فکر میکنم که امید 24 باید 4 سال نشده باشه، زیادتر باشه، به خاطر که از وقتی که ما به خاطر دارم از 25 سال یا 30 سال به این طرف نصیر جان خالد مصروف کارهای رادیو و نشرات تلویزیون و تمام اینا بوده و هیچ وقتی توقف نکرده. به نظر ما وقتی که میگه که ما تلویزیون امید 24 4 ساله شد، من میگم نه، این باید 25 ساله و 30 ساله باید باشه. و واقعا ما از برنامه های تلویزیون امید 24 همیشه لذت بردیم. برنامه تاریخ متواتر تعقیب میکنم، برنامه های جناب فرمولی صاحب، برنامه نوبهار تعقیب میکنم. بسیار آموزنده است، بسیار چیزها را ما ازش آموختیم. یکان چیزایی که ما در فیسبوک نوشته میکنم از این تجربه هایی که اونا در برنامه خود دارن، ما از او استفاده میکنم و امور با قلم میکشم. از اونا ما سپاسگزار هستم، از شما سپاسگزار هستم که در یک تلویزیون را برا انداختین. همیشه موفق باشین، همیشه سرفراز باشی نصیر آقا. دیگه سالگریتم برای تبریک میگم. 60 ساله گفتی شدیم، ما فکر نمیکنم 60 ساله شده باشی. شاید هنوز هم ما فکر میکنم در حدود 28 29 ساله، اما تو چهره تن معلوم میشه. دیگه بازم موفق و سرفراز باشی و همیشه خوش آرام همراه با همشه. ممنونه یک دوستان گرامی که تشریف آوردن، صحبت کردن و ما را تشویق کردن به کارهای بعدی ما. و تا یادآور میشم که از تلویزیون امید 24 3 سال گذشت که با 4 سال گذاشتیم و از سما هم 2 سال گذشت که پا به 3 میذاریم بخیر در مارچ. و هر دو تلویزیون تقریبا 80% کارش خودم پیش میبرم، 20% هم امید جان، که امیدوار هستم امید جان و نوی جان بعد از این توانایی از زیر پیدا کنن که سمار خودشان پیش برن. خب به پایان صحبت ها میرسیم بیندای گرامی، همونهی که با شما خداحافظی کنیم. دوست داریم که از جناب پیکار پامیر در آخرین لقایق در این بخش بشنیم. بعد از او ما گفته بودیم که برای شما 2 سالگره داریم، سالگری دوم هم برای شما میگیم و ادامه میدیم به برنامه شب. جناب پیکار صاحب. درود به دوستان حاضر و درود احترام به مجموع بیننده های گرانقدر شبکه تلویزیون جهانی امید 24. حال که این شبکه جهانی پا به آستانه 4 سال عمر خود گذاشته، بهتر می دانم و لازم می دانم که مراتب تهنیت و تبریکات خود ابتدا به دوست محترم نصیر خالد، به همسر مهربانشان که یقینا دوش به دوش همسر خودشان به پیش میرن قابل قدر است، به دو فرزند برومندشان نوید و امید، که امید در این زمان با ما همکار نزدیکتر است. وقتی مشکل تکنیکی پیدا میکنیم از امید جان کمک میخواییم. عمرش دراز باد. به هر حال دوستان گرامی، فکر نمی کنم جای صحبت طولانی باشه، اما از اینکه آقای خالد گفتن که ما باید جنبندی رو انجام بدم، ناگزیر یک مقدارک صحبت طولانی تر میشه. امیدوار هستم مرا ببخشید. خدمت عرض کنم که موضوع تلویزیون در قدم اول از جمله او رسانه های بسیار مهم در جهان است که صفاتش البته همه شما دوستان میدانین، منتها با عنوان یک رسانه سمی و بصری و یک رسانه که مستقیم با مخاطبین خودش سر و کار داره و جهان بینندش می باشه و خیلی نزاکت ها باید در اینجا رعایت شوه، از سخن تا حرکت تا سکنات تا همه، و بخصوص که در این سالهای پسین از این طریق ما میتونیم صدای خود در دورترین نقاط جهان برسانیم و همه بیننده ما هستند و همه قضاوت کننده هستند. بنابراین رسانه
تلویزیون از اهمترین و بارزشترین رسانه ها در جهان امروز است و تا امروز ظرف 3 سال، البته 3 سالی که گذشت، اگر قضاوت بی‌طرفانه و صمیمانه داشته باشیم در بخش کارهای آقای خالد، ما میخواییم این نکته را به صراحت عرض کنم که خب عمره هاست که ما یا خوشبختانه یا بدبختانه در بخش رسانه و ژورنالیسم و قلمک زدن و نمیفهم بزیم مصروف هستیم، مسئولیت هایش هم میدانیم و سنگینیش هم احساس میکنیم. ما یک مدتی در صدای امریکا رفتم کار کردم، دیدم که با یک برنامه افغانستان تقریبا چند ده نفر کار میکنم. خب این خودش نشان میده که برنامه تلویزیونی و تقدیم از این اتا بر یک ساعت کار آسانی نیست. ما احسن میگم بر حوصله‌مندی دوست عزیزم خالد، در به صورت خصوصی هم برش گفتیم، واقعا حوصله فیل و صبر ایوب کار است، چون خودش تذکر داد که ما باید به محابا و انتقادی هم صحبت کنم. به جزه خودش میگم که در عین زمانی که ما تحسین میکنم پشت کارش حوصله مندی هایش، که من خودم شخصا ندارم ربع همی حوصله مندی و توانشم در خود نمیبینم اگر ما تو یک برنامه، مخصوصا که 2 شبکه داره، هم سما و هم امید 24. در عین زمان علم ژورنالیسم که خودش یک علم است، مگر تا جایی که ما برداشت کردیم در کشور عزیز ما، از این علم بس چند شیوه استفاده شده تا امروز و میشه. یک شیوه بسیار تند، شیوه بسیار قهرآمیز رو گفته نمیتونه، ولی نسبتا خشن. یک شیوه خونسا، محافظه کارانه و بین البین است که خب من نمیدونم چقدر مسئولیت خود داشت، ولی شیوه سوم شیوه اعتدالی و بین البین است. ژورنالیسم اصلا امیر ایجاب میکنه، امیر بخش سوم. تا جایی که من خودم در امی سن و سال پیری و زهیری گفته مردم رفتم و ژورنالیسم آموختم به صورت رسمی، به ما گفته شد که یک ژورنالیست نه تنها که وظیفه روشنگری را داره، اطلاع رسانی را داره، بلکه باید امانتدار هم باشه، مسئول هم باشه در قبال فرد جامعه و منافع جامعه و انسان. در این قسمت یک انتقادی که من در مورد دوست عزیزم خالد دارم، گاه گاهی واقعا تند میشه، این را باید اعتراف کنیم و خودشان باید قبول کنه. ما که میبینم با عنوان یک بخشی از همکارش که امسال 1 سال مکمل شد که من برنامه دارم در این شبکه و خوش هستم، افتخارم میکنم و ایرم تذکر بتم خدمت شما که تا امروز همونطوری که فرمولی سب تذکر داد، امی آدم یک لحظه برای من نگفته که اینی موضوع را بگو یا این را نگو، یعنی سانسور وجود نداشته. این از جمله غنیمت های کار ماست و من خوش هستم، افتخار میکنم که در امت یک دستگاهی که ما آزاد هستم، ولی آزادی ما به معنای از این است که من بی‌مسئولیت شم. شاید شما دوستای عزیز برنامه را گاگایی دیده باشین یا میبینن و از طریق یوتیوب هم که چک میکنم، غالبا هموطنهای عزیز ما خوشی میکنن، یعنی تقدیر میکنن به یک شکل لطفشان است. بسیار کم انتقاد هم میبینم، ولی من خوش هستم که زیاد انتقاد وجود داشته باشه، من خود اصلاح کنم، برنامه خود اصلاح کنم. خوشبختانه تعصب نداریم، حب و بغض نداریم، لحاظ شخصی به شما هیچ وجود نداره، فقط مادر وطن و منافع ملی ارزش با اهمیت داره برای ما، از همین زاویه ما حرکت میکنیم. آقای خالد، ما زحمت هایش که میستایم، در این زمان تذکر بسیار صمیمانه برش دارم که اینمی گوشگه که برنامه خود همی صحبت هایی را که در بخش خبرها و بعد از یک تبصره میکنه خیر است. میدانم که احساسات عمیق وطن پرستیش است، من را میدانم. یکان دفعه واقعا احساسات غلبه میکنه، وقتی صادق باشی، وقتی پاک باشی، وقتی وطن تا دوست داشته باشی، خیانت در برابرش ببینی، جنایت ببینی، خب محید جان آدم راست میشه. اما امیر اوصله کنه دمو اسنا یک گوشه یک گپی دیگه، کارش قابل قدر است. در مورد کمبودها احساس میکنم که شبکه جهانی امید 24 هنوز هم بعضی بخش های برنامه‌ای خود نداره.
که باید داشته باشه و ما آرزومند استم و امیدوار استم که این مراحل تکامل بفهمایه و داشته باشه. از اون جمله مثلا یک برنامه ادبی مشخص هنوز وجود نداره، یک برنامه خاص برای خانم ها و درد و داغ و سرنوشت و مشکلاتشان هنوز وجود نداره. در مورد اطفال کودکان ما همچنان برنامه هنوز نیست و همچنان در مورد مصاحبه های زنده با یک تعداد هنرمندان و آوازخوان ها و موسیقی نواز های ما متاسفانه تاله نبوده، اگر بوده به شکلی ازش کن. ما ارزومند استم کمی چند بخش هم در آینده نزدیک تکمیل شود. ما یقین دارم با این زحماتی را که خالد عزیز ما کشیده و مشکلات تکنیکی بود، مشکلات استودیو بود، خوشبختانه قدم به قدم همه چیز تکمیل میشه، این بخش ها هم تکمیل شود. در قسمت قضاوت ها ما با بینندای گرامی ما بار دیگه اعلان میکنیم از همین طریق بسیار صادقانه که گوش های ما کاملا به شنیدن باز است، به انتقاد میشنویم، خود اسلام میکنیم، کار ما را اسلام میکنیم، خوشحال میشیم از تحسین کرده فرموده آقای خالد، ما خوشحال هستیم که از ما انتقاد صورت بگیره تا کاری بهتر انجام داده باشیم. اینه به شما عزیزان همچنان میگم و یک پیشنهاد هم دارم. پیشنهاد من ایست که اگر آقای خالد یک لطف بکنه یک یا چند برنامه را مربوط امکانات خودش است بالین باز کانتکت یا تماس با بیننده ها و شنونده های ما که انتقاد و پیشنهاداتشون مستقیم شنیده شود. بفرمایید چی قضاوت میکنن ظرف 3 سال گذشته ای تلویزیون چی را تقدیم کرده، خوب بوده، خدای نخواسته بد بوده، یا چی گپای دیگه دارن برای گفتن. این یکی از پیشنهادهای ما است که برنامه را زیاد نزدیک میکنه با مردم ما، بسیار نزدیک میکنه با شنونده و بیننده ما. اگر امکانات تکنیکیش وجود داشته باشه ما بسیار خوش میشم. و در اخیر به نمایندگی از همه دوستای عزیزی که اینجا حضور دارن، از بانوی هنرمند سابقه دار ممثل روی استیج سرزمین عزیز ما که خاطرات پیش ما هست، هم برشان احترام تقدیم میکنم و هم خوش آمدید میگم، همونطور به همه عزیزان و انگامه جان خوب جمله هنرمندای شناخته شده ما و سایر عزیزان، یک بار دیگه من به وکالت همه دوستا ابراز تشکر میکنم. موفقیت های مزید برای آقای خالد، برای همه همکارا آرزومند است. سپاس. خب گوینده بسیار موفق در تورنتو هم اینجا وجود دارن، در برنامه های مختلف دیدیم. دوست داریم که پایان صحبت یا پایان برنامه را خانم بلوچ یک پیامه بتن، یک صحبت کنن. بعد از اون من یک دو اشاره به صحبت های جناب پیکار صحب میکنم، به افتخار خانم بلوچ که ختم کنن امی بخشن. مهربانی کنن. من به نوبه خود سلام های خود تقدیم شما آزیدین در استودیو میکنم. تشکر میکنم از آقای نصیر خالد و چهارمین سالگرد تلویزیون امید 24 و تمام ما، یعنی به تمام هموطنای عزیزم که واقعا یک تلویزیون جالب و دیدنی است، تلویزیون پرمحتوا است. و تشکر میکنم از آقای فرمولی و آقای پیکار که واقعا برنامه های بسیار خوب و جالب دیدنی دارن و واقعا که بسیار پربیننده است تلویزیون های شما. و بازم تشکر میکنم از شما. سلامت. شما لطف زنده باشید. ممنون. خوب است که صحبت جناب پیکار صاحب با یک شوخی بسیار قدیمی که من صنف 4 و 5 مکتب بودم در پروان باشه. جناب پیکار صاحب گفتن من گاگاه تند می باشم. خب من صنف 4 و 5 و 6 در پروان خواندیم. یه قدر مرچ خوردیم، من در پروان قدر مرچ خوردیم که اون مرچ هاست که ما را تند ساخته. ولی به هر حال تشکر میکنم از صحبت های جناب پیکار صاحب، تشکر میکنم از یک و یک شما سروران گرامی که توجه کردین، سپاس میکنم از یک و یک از عزیزان ما که امشب افتخار بخشیدن. بیدای گرامی باید بدانید که ما برنامه را شام یک شنبه ثبت میکنیم و در تورنتو چندین بار پلیس اخطار داده که اگر مجبور نیستین از خانهایتون بیرون نشین، هم یخک برید هم برف برید هم سرک آخر رو. هم قربان قدم های دوستا که همین مشکلات را قبول کردن و تشریف آوردن. بخش اول پایان پیدا میکنه ولی بخش دوم هم من دوست دارم که امید جان کدام صحبت داره یا کدام کاری داره
یا فریدون جان داره. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah, it's television. از آردوش. 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 و خوش کردیم از تمام خواهرای نازنین ما که و مثلا مجده جان که همی که اینا با دستای خود قطع کنن تا ما بعد شستومینه با موفقیت و با خوشی و بهتر زندگی کنیم. میخوانیم؟ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Nasir, Happy birthday to you. Also me. بچه خوانده ایم از باش لغمه خود بودم من تکر نه فخریه جان خوش وقتی تمام میخوایم دلهایی برای کلگی انسانهایی که در روی زمین است الهی خداوند خوشبختی و آرامی و تهدمندی نزدیک کنم. ما هم بسیار افتخار میکنم که ما آمدیم اینجا ایسا گرفتیم از نسیر جان از جرمنی آمدیم. ما هم به من مثل برادر وارست و من بسیار احترامش دارم و همیش از من احوال میگیره. ما افتخار میکنم که اینجا هستم و برنامه هایت در آلمان میشنوام و میبینم واقعا برنامه های جالب و همچنان وقتی که همیش گپی که می باشد در تورنتو بسیار با علاقه فیسبوکشان رو می بینم بخاطر که اینا لایف می رن. It's amazing for me. دیگه افتخارم واسی نسیر جان. خدا ببخشه چیزایی که در لایف می مادن که عدوی از اینا از تعدام تقریبا 30 سال پیشی رادیو را پایه گذاری گرد زنده باشید که من افتخار میکنم که نسیر جان تانست که به تلویزیون برسه به پشتیوان بچه های نازنینش و خانم نازنینش. بنده گرامی بخش اول به همیجا به پایان رسید.
جانان تو را میگم دل بردی ز دستم دلبر تو را میگم جان تو را میگم جانان تو را میگم دل بردی ز دستم دلبر تو را میگم جانان تو را میگم جانان